بسم الله الرحمن الرحیم، حتی هم نیومدیم روایتون نگم. واقعا جاش شب قدر داشتم از شجاعت ها و مظلومیت های مولا حضرت علی صحبت میکردم. یه جوانی دستشو برد بالا، گفت حاج آقا مسئله تو. گفتم بگو جوان. گفت حاج آقا چجوری هست؟ یه بار میاد میگید علی شاه خدا شیر عرب پر رو جنگیدم در عقب نداشت، همیشه از شمشیرش خوب میچکید، از این ور حمله کردن، زنشو گذاشتن لای در، به کتبش هم نبود، میشست تماشا کرد طاقتشو دیدی. بعد از اون بر شما میاد میگید از سمت الله بهش وحی شده بود کاری نکنه شهید بشه فاطمه. از این برم میاد میگید حضرت علی 5 صبح وقتی داشتی میرفت نماز بخونه دستگیره در، موقع که در نبوده، دستگیره در عبای عمامه عبای آقا رو میگیره، بهش میگه مسجد نرو، قاضا و اردکای خونش میگن نرو، دامنش و عباش رو میگیرن طاقتش رو داری. بس از اون بر حضرت علی وارد مسجد میشه، به ابن ملجم میگه پاشو ملعون. چه جوری هست؟ اگه حضرت علی میدونسته که میخوام بزنن از پس یقش در بیاد، چرا خودش دفاع نکرده؟ بعد شما از اون بر میاد میگه طاقتش رو داری؟ به علی وحی شده بود که شهید بشه از سمت الله که اسلام زنده بمونه. بعد از اون برم دیده علی توی بهشته داره صفا میکنه، زن دو کسره سپستونه، طاقت شده. پس چرا ما باید گریه کنیم؟ چرا ما باید مشکی بپوشیم؟ چرا ما باید شب قدر بگیریم؟ چرا ما باید بزنیم تو کلمون؟ بی ناموسایی، چه نون دونیه برای خودتون درست کردید؟ زنتون رو بایدم همه با هم کرد.